به نام خداوند پاک و بخشاینده و مهربان، عرض و سلام و احترام خدمت تمام شما دوستان نازنین. خدا کنه جور و سیه و سلامت و کامگار باشیم و از خداوند متعال سپاسگزارم که باز یک روز دیگر شد و در کنار فامیل هایی که واقعا مستحق با کمک شما دوستان نازنین، اول خدا و همادیم یک تصویری بگیریم و مشکلات از اینا رو پرسان کنیم و چیزی که در توان شما ان شاء الله تعالی بتونیم بزی پدر مهربان و به این مادر دلسوز ما کمک کنیم. عزیزای دل، طبق صحبت هایی که پیشتر از اینکه ما تصویر بگیریم از پدر جان و از مادر جان پرسان کردم، اینا طفلکی دارن به شفاخونه که همالکم در بستر بیماریه، گفتم که به ولایت فرا، درسته؟ به ولایت فرا ایر موتر زده، اونجا مثل که کار میکرده، ایر موتر زده، موترم بجسته، او رو انتقال دادم به هرات، حالکم به شفاخونه، حتما ما میره تصویر میگیریم از اونو، باز برای شما نشون میدیم، کسایی که چیزی در توانه کمک و همکاری کنیم بزی پدر جان و مهربان و مادر عزیزمون. پدر جان، نازنین، از زبان شیرین شما میشنویم که بگیم مشکلات خور، بگیم وای پسر شما چی رقم تصادف کرده که مشکل از یای به منجی حل میشه نمیشه چی رقم دیگه. ای که گفتن که اگر شما امکانات داشته باشیم، وست داشته باشیم، اگر بتونیم به ایران یا به پاکستان یا به یک دولت دیگه که انتقال بدیم، تدیعی اونجا بشه بیترتره. بازم ما سعی کوشش خور میکنیم که از دست نره. تا و خیلی دعا کردیم، برای گریه کردیم پیش خداوند. گریه نکنه پدر جان، گریه نکنه. یک بچه دارم برفته بود به کار غریبی، گفتم نه رو بابا، گفتم نیم بیرم برفت به فرا، موتر رو بزد بجس موترم برم که لاش لنگ کرد، تک تک کرد بیار به شفاخانه. به شفاخانه هم همین سپورت ترغیره به تا شکم تقریبا چهار از آسی چی خود مامان شکم دی رفته بود، شکم بخون باد کرده بود. میره دکتر ها گفت، گفت اگر زودی نمیاده، گفت یه مامو دقیقه از بین میره زودی گنه گرفت نلکار بند کرد، تا خونه بیرو کرد بالا برد خون میگردم، خونه زی پیدا میشه. خب خیلی به مشکلات خونه پیدا کنیم و دیگه حالا فیلن هم به شفاخانه بستره، وضعیت خوبی هم نداره، خوبه خود خوب خوبی هم نداره. دکترها که میگیم مطابق ما نمیگه که مثالی مشکل خیلی جدی هست، میگه خوب میشه خوب میشه، فقط دعا کنیم. ما همه درگاه خدا دعا میکنیم که برکن بچه ما خوب شه. که نمید بچه چندم شما نجوا؟ ام یک بچه دارم. یک بچه داریم؟ یک بچه دارم. کمک همکاری کسی برای شما تا حال همین لحظه انجام بداده؟ نه فعلا تا حال هیچ کمکی به ما صورت نگرفته. از این همسایه داری بر یک هزار پنجتر نمیتی میگیری به کرارا خواهم بکنیم و یک چیزی بجی میبریم. نمیتی یک دعای از باقی میخیش اگر بیای خبر شه. رو آدم هم نمیشه، ما برای اون میفهمه که وضعیت خرابه. باز میگه بریم مخصر کمه برم بریم دوال بیارم. باز میگیرم میرم. دیگه وضعیت مالی خوبی هم ندارم. کسب و کار شما چیه؟ از من کسب و کار من کار برق و می بخاری و با ماشین و کالاشی هم چیزا رو من جادن سری از بچه خاله ما دکانی هم گاهی وقت هم میره کار میکنم. پیش از اونو کار میکنم؟ بله هم بگو هم برای کابل دیگه دکانم بسته هم محمد. اصلیت از کدوم ولایتی؟ ما اصلیت از ولایت فرای. از ولایت فرای شما. خب مادر جان، از شما میشنویم. از بابت بچه خوب بگیم. از بابت بچه هم دیگه پدر نو گفت زده دیگه به شما همه جریان رو گفته دیگه بچه ما بیچاره ما جخه مرگ دست پنجه میده دیگه. تو کسی هم نداره با ما کمک کنه که مریض ما سهی تدوی شه دیگه. نمون صبح شم بیچاره پیش نمیره یک از پیش ازی هم سای ازی دکاندار ازی دکاندار یک 200-300 بیر غرض میره که یک چکلی یخینی چیز میز بخوته کنه بیر ببره. تعداد فامیل شما چند نفره؟ پنج نفره و چهار دختر یک بچه. یک چهار دختر؟ او بچه یک مامان نمیتونی تک تکش هم موج افتاده. پدری هم دکس کمر هم مثلا مشکل کلی هم داره، یه هم از کار مار افتاده. گاهی وقتی که دکان اگه وا باشه برای یک چیز میزه بکنه، روز بور هم یک صدر پی دی صدر پی بشتر نمیده. کرای خونه ما سو ما چهار ما بلی ما منده که پول برق ما منده. کسایی که شما میبینم همین لحظه بله، درخواست شما از مردم چیه؟ درخواست ما از او مردم می است که خیمه می کمک به ما بکنه که می بچه ما بخیر صحت یافت شه، بخیر سرحال شه، سرپوست شه، دیگه ما به ما چی شه، پس بخیر صحتمند شه.
همو بچه شما کار میکرد در آوردن پول و یک مونور خونه ما اونم بود اول خداوند بود دومم بچه یک ما بود. چند روز میشه که در بستر بیماری بچه شما؟ امروز 20 روز میشه. 20 روز میشه. 20 روز میشه. به من 20 روز هیچ کس دست خونه گرفت از فامیل شما ولی کس نگیری نه غیر که ما قرض کنه از دکانا از همسایه از اینا قرض کنه 500 روپی 1000 روپی قرض میده پیشنا. حالا من قرضم چه ببینم بده کس. کس حالا قرضم نمیده. پیش خوب بده من قرضم میداد. از اینجا بچه ما ایت آرت و سر ما ما خبر شد پریشان دیگه صاحب خوره زنگ بزنه که بابا کرای خونه تو چی رقم بشه مرد ما برادر مخو نمیجیم که بگیم ما کرای تو میدم آره گفتم امیتی بچه ما آتسته شده میدم برمیاره رو به ایراد یعنی خدام که زنده ببانه نمونه چی حالت شه چی کفار شه ما کرای شما میدم میگه دیگه ما چی کار کنیم مگه نمیتونی فهمیدی بدر شد اومده چند کرای خونه پدر جان؟ ایسی 100,000 بود با 2,500 500 دیگه هم برات مارکت 2,500 افغانی دوستای نازنین هم دل پدر جان و هم دل مادر جان هم گلوی نابوکس کرده و خیلی خیلی هم دوستای نازنین رو میگم رو ندارن که پیش کسی برن که برای ما تو کمک و همکاری کن واقعا به می شرایط قوم درد هیچ کس نمیخوره اگه پول چیزی میدیشتم اینا هر شوهر شو سفره خوب همیت هفت رنگتون رو کرده میبود تمام قوم خش به چاردی بر از اینا بود امروز که تفلک از اینا به شفاخونه در بستر بیماری هم دکون به دکون کوچه به کوچه خونه به خونه میگردم کتابتون هم پول نقصه دوایر پیدا کنم و از این طرف هم همی صاحب از این خونه که هر لحظه و هر دقیقه میگم دنبال کرایه میایه دوستای نازنین تصویری بریم خود شما از داخل شفاخونه ببینیم باز خود از این مادر جان نو هم کلام بشیم دوستای نازنین تصویر رو بدیدیم دیگه واقعا سخت خدا شایده خود ما کنه بالا سر فرزند از اینو رفتیم و تصویر گرفتیم و بدیدیم مشکلات از اینو دیدیم واقعا دیگه همیده که پدر جان میگه مادر جان میگه بچه جوان شاخ شمشاد خالص کنه چی تیار شد واقعا سخت پدر گریه مادر گریه چیزی نباشه هم دیگه یک برادر دیگه هم میدشت گفتم برو خیلی یک برادر دیگه بدارم بازو میگفتم که تو تنهای فامیلی برادر نداری ما پدرتون ما مثل رفیق مثل برادرتون هم فامیلی به تو یک بازو میدی فامیلی که کار نکنی یک وقتی که فامیلی که بازو خود قطع کنی و خیلی پیش خداوند فامیلی از وزاری کردیم همین 200-300 هم 500 هم که از همسایه از دکاندار ما غرض میبره بعد میریز یک چکلی یخنی یک میوی دونه میبره سیاسه را دیگه خب گوش نمیدش نمیره دیگه دردا خیلی چی بگویم هر چی بگویم دوستا اگر بخارج داخل باشه از ما عمل جگرخون بشه پریشان بشه خب بگیم که دوستایی که میبینم فشارانا دیروز همه تو پایین شده بود داخل شافخونه از نخوری از بیچیزی فشارانا پایین شده بود دکتر آجل اومده فشارانا رو سهی کرده گفته اینا از نخوری میره قبلش دیگه چیز نخورده فشارانا رو صفر میسیده اما باز یک مسلمان پیدا شده باز رفته رایی که بینا سندوش چیز میزی آورده بینا داده خورده سخت ما قبول میکنم درک میکنم مادر جان شما رو هم درک میکنم پدر جان شما رو هم درک میکنم الله شما رو حفظ کنه غم نخورین تشویش نکنیم این کار که هست نصیب و تقدیره
دیگه کاش که اون موتورونه که تصادف کرده بود دیگه مرز نامردی نمیکرد استاد کو بشد لاقل انتقال کو به یک دواخونه و کلینیک و خیلی محکم بود. برای تو محکم داده بوده به من بروار خورده بوده که به من ضربه سرعتی که داده بوده این پای اول از اینکه بیده شده همین استقان بانی میده شده شولی میده شده سقه برقه میده شده سپردی به تشکم ترقیده بود کسی سفره ضربه خورده دیگه اصلا امید زندگی از اینه بود دکترها که دیدیم باز برین اما قصه کنه بودم من یک بچه دارم بودم برقم بخونم هم تمام میشه گردم با کار هر چیزم با اعضای بدن با کار بجید میتونی پیوند کنی که بچه از دست ما نره باز همین دکترام خیلی بگیده شد بودم من واقعا گوم هم دعاید تمام خود بودم کوشش میکنم که جوانم دست نره آهلی هم یک گردی فعال یک گردی دیگه فعالیت نداره حال پیوند گرده گفته میشه باقی بزی گرده پیدا کنه من 6-7 دفعه بردم دیالیزم کرد که خون دیگه از یک طرف میکشه از یک طرف دیگه فلتر میکنه حالا فلتر خون همی نداره او ترخیده بود بابای شکمی ها یا ای گفت نصف نفر اگه ای گفت دیارم بشه ای گفت نصف نفر ای گفت کار فیزیکی کده نمیتونه بند پای این چیزی میده شده رو پای استوان شونه و بلک شونه این سچار قبلغی و سپردی هم ترخیده گفت خون دیدایم گفت لخته میشه گفت یعنی می وظیفه می سپورت می نه که خون فلتر میکنه گفت یعنی فلتر نداره گفت دیگه یعنی کسی سفره دم خیلی خطرناک ضربه خورده خون گری کرده دکترها گفت ما نمیتونیم دست بزنیم فعلا که چون یک عملیات جری شده مثل که آدم کلک خود به غار بود داره کنه گفت یعنی جوانه گفت بیخی وضعیت خراب میشه گفت جوانه که سی تنه ما یک سوی گفت ما شما نشون بوقتی بخر نکنه به چه رقم بود حاله ما بریم شفاخانه دیگه دل مادر جانم گریه میکنه پدر جانم گلوی نابخس کرده عشق اینو بود سخته واقعا سخته شما رم زیرنویس هست هر دوست عزیزه که چیزی که در توان نه به رضای الله کمک و همکاری کنیم بزی پدر جان بزی مادر جان مهربان ما این از ولایت فرای هم فرق نمیکنه برای ما که از هر جا باشم افغان خودمانم مادرمانم پدرمانم ما احترام داریم بزینو عزت داریم خداوند شما را هم حفظ کنه یک سوال دیگه که میتونم باشه در این حال یک حفظ دیگه درست بگیم الله شفایی بده دوستای نازنین بخیر و عافیت باشیم انشاءالله تعالی منتظر هستن که بخیر به این مادر جان و این پدر جان عزیز ما کمک و همکاری کنی که کرای سرا خورم بدم و چیزی که نیاز دارم از طفله خور بگیرم و قرضایی که کردم از مردم قرض اینو پس پرداخت کنه خدا و هست هر چیزی که با توان شما نه دست به دست هم دیگر بدیم که تا بتونیم یک کمک و همکاری یعنی طفل از اینایی زمانی که دیار خوشحال بوده یعنی عکس از چند وقته یه از اون روزی که با فرا میرفته من ببینی که عکس با یه چی حالت رسیده طفل الله شما رو حفظ کنه شما رو زیرنویس هست انشاءالله منتظر شما نیم خدا نگهدار همه شما